نظام آفرینش خلقت آنقدر منظمه که هیچ چیز نمیتونه بیفایده باشه. هر شیرینی و هر تلخی که در زندگی فردی تو و اجتماعی به وجود میاد قابل استفاده است. شیرینی که خب به ظاهر شیرینه دیگه، قابل استفاده، خب دیگه نیاز به بیان نداره. اما تلخی چطور؟ نظام پر از علم و حکمت الهی اجازه نمیده که یک شیء ولو کوچک و ناچیز این باطل باشه. هر چیزی سر جای خودش در عالم خلقت قابل استفاده است، ولو به طور جزئی اون شخص خودش از اون چیز استفاده نکنه و خودش رو بدبخت کنه. قابل استفاده است. یکی از نمونه ها همین قضیه شیطان و مسئله سجده نکردنش بر آدم نبی الله. این شیطان با اختیار خودش ان اختیارن و ان عمدن چگار کرد؟ نافرمانی کرد، مطرود شد، لعین شد. انک رجیم و ان علیک لعنتی، ملعون در درگاه الهی شد، لعنتی الی یوم الدین. اما این موجودی که ملعون ازل و ابد شد برای بشر قابل استفاده است. لعنتی الی یوم الدین برای بشر قابل استفاده است. هر کسی که از شیطان استفاده مثبت بکنه مسیر تکامل رو پله به پله ارتقا پیدا میکنه. استفاده از شیطان یعنی چی؟ پله به پله ارتقا پیدا میکنه. شیطان که قابل استفاده نیست. شیطان هر حرفی میزنه دعوتی ما رو میکنه به یک گفتاری، دعوتی میکنه به یک رفتار و تصمیم گیری، همش غلط، شر، بدبختی، مایه نکبت. استفاده از شیطان اینه که انسان مخالفتش رو بکنه. استفاده از شیطان اینه که انسان مخالفتش رو بکنه. وقتی که او انسان رو دعوت میکنه به غضب، به شهوت، به اوهام و خیالات غلط، به تحلیل های غلط نسبت به نزدیکان، دوستان و هر کسی دیگه، انسان وقتی که با عقلانیت این دعوت شیطان رو روبرو میشه، با عقلانیت، با شریعت الهی، و دفع کنه، توجه نکنه به این دعوت شیطانی که این حرفو بزن، این کارو بکن، انسان نورانیت پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. لذا ببینید دوستان، داستان شیطان در زندگی بشر نسبت به خود ناکسش و خود ملعونش و نسبت به ما انسان‌ها داستان یک کودی است که پای درخت و گیاهان ریخته میشه. داستان شیطان داستان یک کودی است که پای درخت میشه. کودی که از فضله حیوانات درست میشه و این رو پای درخت میریزن، پای گیاهان میریزن. خب این کود یک موجود پلیدی است دیگه. پلیدیست، خودش که ارزشی نداره، پلیده، اما باعث رشد گیاه میشه. شیطان همین چنینه. وقایعی که در تاریخ بشریت هست، همه اینها دوستان عزیز تحت حکمت و علم و قدرت الهی داره اتفاق میفته. ما اگر با عقلانیت پیش بریم، با شریعت پیش بریم، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. با شریعت پیش بریم والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.